سلام، من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. بریم داستان عجیب و غریب امروز رو با هم شروع کنیم. آقای اول لندین در سال 1935 در دانمارک متولد شد. زمانی که خیلی سن و سالش کم بود، همراه خانوادش به کانادا نقل مکان کردند. و در سال 1950 زمانی که اوله 15 ساله بود همراه با برادرش به ایالات متحده رفتن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه می‌خواستن به ارتش آمریکا بپیوندن. و بلافاصله بعد از اینکه رفتن، ایالات متحده قبول کرد که هویت دانمارکی خودشون رو نگه دارن ولی بتونن توی ارتش آمریکا هم خدمت کنن. و برادر اوله رو فرستادن به کره و برادر اوله بلافاصله بعد از اینکه رسید به کره جنوبی یک ویروس عجیب و غریب گرفت، یه بیماری عجیب و غریب گرفت، خیلی زود هم فوت کرد و اوله رو فرستادن به آلمان. اوله در آلمان حالش خوب بود، اوضاع رو به راه بود، خیلی زود هم اونجا جا افتاد و اتفاقا با یک دختر آلمانی به اسم آنا هم آشنا شد. آنا متولد سال 1935 بود و هم سن و سال بود با اوله. اوله و آنا خیلی زود در آلمان ازدواج کردند و زندگی مشترکشون رو شروع کردند. از اونجایی که پدر آنا هم سرباز بود، ارتشی بود، آنا به این مدل زندگی عادت داشت، زندگی با یک آدمی که حالا سرباز بود عادت داشت و خب مشکلی نداشت. تا اینکه در اوایل سال 1970 به دانمارک نقل مکان کردند. در طول این چند دهه‌ای که با هم دیگه ازدواج کرده بودن، از سال 1950 تا الان، خیلی تلاش کرده بودن برای بچه دار شدن ولی موفق نشدن. تا اینکه در 15 فوریه سال 1972 اولین فرزندشون پیتر در دانمارک متولد شد. در این زمان اوله و آنا 37 سالند و خب خیلی خوشحالند که بعد از این همه سال تونستن صاحب فرزند بشن. از بیرون که نگاه میکردی به نظر میومد که خانواده آنا و اوله خیلی خانواده خوشحال و خوشبختی هن. ولی بلافاصله بعد از به دنیا اومدن پیتر، یعنی اولین فرزند اوله و آنا، آنا دچار افسردگی بعد از زایمان شد و انقدر این افسردگی رو درمان نکرد که مشکل نوشیدن الکل هم پیدا کرده بود و خب رفتار خیلی بدی با فرزندش پیتر داشت. به عنوان مثال پیتر رو یا کنترلش میکرد، اجازه نمیداد بره بیرون بازی کنه، خیلی تحقیرش میکرد، با اینکه کتک نمیزد پیتر رو ولی تهدیدش میکرد که من تو رو کتک میزنم، بابا تو کتک میزنم. اوله هم در این زمان دیگه سرباز نبود، یعنی از وقتی اومده بودن به دانمارک این شغل رو کنار گذاشته بود و به عنوان آجرپز مشغول به کار بود. این نوع کار اوله باعث شده بود با وجود این که دیگه سرباز نباشه و مجبور نباشه به ماموریت بره، ولی ساعتهای طولانی مجبور باشه کار کنه که بتونه هزینه های زندگی رو جفت و جور بکنه. در این سالهایی که اومده بودن به دانمارک، اوله موفق شده بود که حالا وام بگیره، یه خونه برای خودشون با دستای خودش بسازه. ولی در سال 1979 اوله دچار یک بیماری عجیب و غریب شد، مغزش لخته خون آورد و خب تحت درمان قرار گرفت. بعد از اون مجبور شد ساعت کاریش رو بسیار کم بکنه و این ساعت کاری باعث شده بود که مشکلات مالی پیدا کنن، نتونن هزینه هاشون رو پرداخت کنن، نتونن وام بانک رو بپردازن. همین هم باعث شد که بانک خونهشون رو مصادره کنه و الان خانواده لندین خونهشون رو هم از دست داده بودن. خانواده لندین یک سری دوست و آشنا داشتن که در آمریکا زندگی میکردن. زمانی که اوله در مورد شرایط زندگیش با این دوستان و آشنایانش مشورت کرد، به اوله پیشنهاد دادن که به آمریکا نقل مکان کنه. گفتن اینجا رفاه بیشتره، بیشتر میتونی پول در بیاری و زندگی راحت تری خواهی داشت. و اوله قبول کرد. بنابراین در سال 1980 اوله همراه با آنا و پیتر 8 ساله به آمریکا نقل مکان کرد و در فلوریدا ساکن شد. به محض اینکه رسیدن یک موتلی رو اجاره کردن و شروع کردن به اداره کردن اونجا. حالا اجارهش میدادن و مدیریتش میکردن و تونستن خب هزینه های زندگیشون رو جفت و جور کنن. برای 4 سال همه چیز خوب بود.
این که میگم خوب بود به این معنی نیست که داخل خونه هم خوب بود. نه، از لحاظ کاری خوب بودن. داخل خونه همه چیز خراب بود. اوله و آنا هنوز با هم دیگه دعوا میکردن. الان خشونت هم خیلی زیاد شده بود. اوله آنا رو میزد. آنا پیتر رو میزد. اوله پیتر رو میزد. چیزی به سمت همدیگه پرت میکردن، به سمت پیتر پرت میکردن. خیلی حرفای زشت و توهین‌آمیز و تحقیرآمیزی توی خونه رد و بدل میشد و همه اینها هم به سمت پیتر بود. یعنی هر وقت که هر کسی میخواست عقده‌هاش رو خالی کنه، سر پیتر خالی میکرد. و پیتر یاد گرفته بود که با این حرفهایی که بهش میزنن، با این توهین‌هایی که بهش میکنن شوخی کنه. از اون گذشته اینها زمانی که حالا توی آلمان زندگی میکردن یا توی دانمارک زندگی میکردن، خانواده دوستی آشنایی چیزی دوروبرشون بود، ولی الان که اومده بودن به آمریکا کسی نبود. یعنی اگر دوستان آشنایی هم داشتن در نزدیکی اینها زندگی نمیکردن و این باعث شده بود که خانواده لاندین روز به روز منزوی‌تر و تنهاتر بشن. درسته که آدم‌هایی در اطراف خونه لاندین زندگی میکردن، ولی این آدم‌ها شناخت کافی از این خانواده نداشتن و نمیدونستن که پشت درهای بسته خونه چه خبره. ولی مدرسه پیتر مشکوک شده بود به خاطر اینکه پیتر خیلی رفتار پرخاشگرانه ای داشت. از اون گذشته هیچ حد و مرزی نداشت. به عنوان مثال وقتی مسابقه برگزار میشد، این بچه اصلا نمیتونست حد و حدودش رو نگه داره. توی مسابقه کشتی بود، یکی از بچه ها رو هل داد، دماغ یکی از بچه ها رو شکوند. بعد از اون توی اتوبوس یه بچه مدرسه‌ای رو گرفته بود، کتک زده بود. و خب مدرسه میدونست که پیتر خیلی پرخاشگره و این عادی نیستش. یه بچه از وقتی که متولد میشه که پرخاشگر نیستش، توی خونه یه اتفاقایی میفته. برای همین هم به خدمات اجتماعی خبر دادن و اونها چند جلسه از این خونه بازدید کردن، از خونه لاندین ها صحبت کردن با اوله و آنا، با پیتر، و بعد هم به این نتیجه رسیدن اوضاع خونه به هیچ عنوان خوب نیستش. و زمانی که پیتر 12 ساله بود، پیتر رو از آنا و اوله جدا کردن و به پرورشگاه فرستادن و آنا رو متهم کردن که از فرزندش نگهداری نمی‌کنه، آزارش میده، بی‌توجهی میکنه. اما خیلی زود این تحقیقات بسته شد و پیتر فقط 3 ماه در پرورشگاه موند. و بعد از 3 ماه پیتر دوباره برگشت پیش پدر و مادرش. میگن که همون شب اولی که بعد از 3 ماه پیتر به خونه برگشت، مادرش پیتر رو کتک زد و حتی تهدیدش کرد به قتل و خفه کردنش. پیتر انقدر ترسیده بود که با پلیس تماس گرفت و خب پلیس اومد، یه ذره اوضاع رو چک کرد، با آنا و اوله صحبت کرد، ولی تحقیقات بیشتری صورت نگرفت. در این زمان انقدر مشکلات خانواده لاندین زیاد شده بود که دیگه موتل رو هم نمیتونستن اداره کنن به خاطر اینکه اختلافات بین آنا و اوله خیلی زیاد بود و بعدش همراه با آنا به کارولینای شمالی نقل مکان کردن و در اونجا ساکن شدن. تا 2 سال بعد اوضاع به همین شکل بود، یعنی اینکه پیتر رو کتک میزدن، خودشون هم دعوا داشتن، آقای اوله هم بعضی وقتا یه سری کار گیر میآورد، میرفت انجام میداد، ولی اوضاع بهتر نشده بود. تا اینکه زمانی که پیتر 14 ساله شده بود، اوله تصمیم گرفت که دیگه از اون آنا جدا شه. دیگه خسته شده بود از آنا، نمیتونست آنا رو تحمل بکنه. یه چیز بهتون بگم، آنا مشکلات الکل داشت و آدمی که الکلیه خب رفتار و حرکاتش اصلا دست خودش نیست، نمیدونه چیکار میکنه. برای همین دیگه اوله خسته شده بود. پیتر 14 ساله رو برداشت و از آنا جدا شد. البته نه روی کاغذ. جدا شد، گفت ما میریم یه شهر دیگه زندگی میکنیم. یه مدت کالیفرنیا بودن. دور تا دور آمریکا رو اینها گشت زدن. در شهرهایی که ساکن بودن، گاهی وقتها پیتر حالا دبیرستانش رو میرفت، درسش رو میخوند و به عنوان پیشخدمت هم کار میکرد. اما زمانی که دیگه پیتر 16 ساله بود، تصمیم گرفت که دیگه درس رو ترک کنه و دیگه ادامه تحصیل نده به خاطر اینکه پدرش شغلش آجرپزی بود، زیاد براش کار نبود و اینا نمیتونستن هزینه هاشون رو جفت و جور کنن. به خاطر همین دیگه هر دوتاشون مشغول به کار شدن.
و در همین دوران آنا و اوله تصمیم گرفتن که رابطهشون رو دوباره بسازن و زندگیشون رو دوباره شروع بکنن. برای همین آقای اوله دوباره رفت خونه پیش آنا. این شهری که آنا الان درش زندگی میکرد که حالا پیتر و اوله هم برگشته بودن به اون شهر، یک شهر بسیار کوچیکه به اسم مگی ولی که حالا به فارسی میشه دره مگی، یک همچین جایی. و آنا بعد از این که پیتر و اوله ترکش کرده بودن، خب توی این شهر کوچیک دوست آشنایی نداشت، بیشتر احساس تنهایی میکرد، خیلی ناراحت بود. برای همین با پیتر و اوله تماس گرفت و گفت برگردین، من خودم رو درست میکنم. و بعد از این که اینها هم برگشتن پدر و پسر، آنا واقعا یه مدتی خوب بود، رفتارش رو کنترل میکرد، ولی بعد گفت که نه، من اینجا تنها، من دوستی ندارم، خانوادم اینجا نیستن، توی آلمانم، من دلم برای خانوادم تنگ شده. و به این بهانه دوباره مصرف الکل رو شروع کرد و این مصرف الکل باعث شده بود که بسیار پرخاشگر بشه. به شدت پیتر رو کتک میزد، با اوله درگیر میشد و دیگه به یک حدی رسیده بود که دیگه نمیتونست اوله آنا رو کنترل کنه. برای همین گفت اوکی، مگه بهانت نیست که میخوای بری آلمان پیش خانوادت، بیا بفرستمت. و فرستاد آنا رو به مونیخ پیش خانوادش. بیشتر از چند هفته آنا اونجا دووم نیاورد و دوباره برگشت به دره مگی پیش پیتر و اوله. و در این دوران بعد از اینکه پیتر و اوله برگشته بودن به دره مگی، پیتر دوباره درسش رو شروع کرده بود و داشت درسش رو ادامه میداد در مقطع دبیرستان. یک اتفاقی اینجا افتاد. زمانی که آنا از آلمان برگشت، به نظر می اومد همه چیز عوض شده. جای پیتر و اوله با آنا عوض شده. یعنی تا قبل از اینکه آنا بره آلمان، این آنا بود که پیتر و اوله رو کتک می زد. ولی الان پیتر و اوله بودن که آنا رو کتک می زدن و به شدت مورد آزار روحی و جسمی قرار می دادن آنا رو. انقدر سر و صداها و اون شکنجهی که نسبت به آنا داشتن زیاد بود که همسایه ها زنگ زدن به پلیس و اطلاع میدادن و پلیس هم میومد جداشون میکرد، ولی هیچ اقدام قانونی صورت نمیگرفت. بر اساس گزارش های پلیس ما میدونیم که پیتر و اوله یک بار آنا رو بسته بودن به صندلی و کتکش میزدن. در دو مورد جداگانه دو بار دست آنا رو شکستن و حتی زمانهایی که مست می کردن در مورد کشتن آنا صحبت کرده بودن با هم دیگه. و از اون گذشته گزارش های از مدرسه پیتر وجود داشت که نشون می داد پیتر احتمالاً ماریجوانا مصرف میکنه و حتی ثابت شده بود که در مدرسه ماریجوانا میفروشه. تا قبل از اتفاقات اخیر همیشه آنا بود که مست بود در خانواده لاندین، ولی الان اوضاع یه جوری شده بود که هر ستاشون مست بودن، یعنی هم اوله، هم پیتر و هم آنا. و خب این باعث درگیری های زیادی هم شده بود. و ما الان در آپریل سال 1991، خانم آنا در حالی که مسته قیچی رو برداشت و اومد سمت پیتر و سعی کرد موهای پیتر رو کوتاه کنه و پیتر چند بار پسش زد، مستم بود، هی گفت نمیخوام کوتاه کنی، برو. ولی آنا خیلی مصمم بود که موهای پیتر رو کوتاه بکنه و پیتر عصبانی شد، یقه مادرش رو گرفت، چسبون به دیوار، گفت نمیخوام کوتاه کنی و فشار داد. و زمانی که دیگه آنا بیهس شد و بیحال شد، آنا رو انداخت روی زمین، وسایلاش رو پیتر برداشت و رفت پارتی، رفت مهمونی کنه. و بعد که شب برگشت نیمه شب، دید که آنا مادرش روی زمین افتاده، در همون جایی که رهاش کرده افتاده و هرگز حرکت نکرده. و اینجای داستان پیتر فهمید که مادرش رو به قتل رسوند. ما الان در اوایل نوامبر سال 1991، تقریبا 7 ماهه که از قتل آنا میگذره، که یک خانواده در نزدیکی ساحل داشتن پیاده روی میکردن. در نزدیکی یک فانوس دریایی که رفته بودن تماشاش بکنن، متوجه یک چیز عجیب و غریب شدن که شاید جنازه آدمی بود، ولی انقدر در مراحل پیشرفته تجزیه بود که نمیتونستن تشخیص بدن.
برای همین با پلیس تماس گرفتن و خب بعد از اینکه پلیس ها اومدن جنازه رو بردن، متوجه شدن که متعلق به یک شخصیه که نمیدونن کیه. 4 ماه روش تحقیق کردن، اثر انگشت بگیرن، چک کنن، مشخصات دندون پزشکی بگیرن، اما نفهمیدن و خب فکر میکردن که حالا معلوم نیست مال کیه این جسد. تا اینکه خانواده آنا در آلمان به ایالات متحده به سفارت رفتن و اعلام کردن که آنا، پیتر و اوله گم شدن و نمیتونن تماس بگیرن با دختر و نوهشون و دامادشون. برای همون مشخصات حال اثر انگشت و دی ان ای اونا رو فرستادن و مشخص شد که این جسد متعلق به آنا هستش. به محض اینکه مشخص شد این جسد متعلق به آنا است و تحقیقات رو الان شروع کردن، مشخص بود قاتل کیه. وقتی جنازه آنا پیدا شده، پسر و پدر گمان، خب قاتل پدر و پسرن و این برای پلیس زیاد سخت نبود و دو تا چهار تا کردنش و شروع کردن دنبال اینا گشتن. در 6 ژوئن سال 1992 پلیس پیتر و اوله رو در یک هتلی در تورنتو در کانادا پیدا کردن و خب دستگیرشون کردن، آوردنشون به دره مگی. یک سالی رو توی زندان بودن و قرار بود که محاکمشون کنن. در طول دادگاه پیتر به قتل اعتراف کرد ولی گفت که من نمیخواستم از قصد این کار رو بکنم، فقط میخواستم مادرم رو از خودم دور بکنم. در کنار اون هم من مست بودم هم مادرم مست بوده و این نمیتونه باعث بشه که من رو بفرستین طولانی مدت به زندان. ولی خب هیئت منصفه نمیتونستن رو بپذیرن و به پیتر 20 سال زندان دادن. البته که وکلای پیتر دنبال این بودن که درخواست تجدید نظر بدن. آقای اوله هم در طول دادگاه اعتراف کرد که زمانی که من برگشتم خونه، پیتر به من گفته که به صورت اتفاقی مادر رو خفه کردم و من 2 راه داشتم، یا اینکه به پلیس زنگ بزنم یا کمک کنم که جسد رو از بین ببریم و من انتخاب کردم که پسرم رو نجات بدم به خاطر اینکه تقصیر خود آنا بوده. و بعد اومدیم همراه با پیتر جسد رو توی یک پتوی آبی پیچیدیم، دورش رو نخ و نوار چسب و اینها بستیم و بردیم در نزدیکی فانوس دریایی توی شنها دفن کردیم و بعد هم تصمیم گرفتیم که به دره مگی بر نگردیم به خاطر اینکه اگر برمیگشتیم اونجا سوالاتی پیش می اومد که آنا کجاست. برای همین تصمیم گرفتیم که بریم به کانادا. هیئت منصفه به این نتیجه رسیدن که اوله در قتل هیچ نقشی نداشته، بلکه در پنهان کردن جسد نقش داشته. برای همین 2 بهش زندان دادن. در کنار اون چون هر دوتاشون شهروند دانمارکی بودن، در دانمارک متولد شده بودن، بعد از اینکه زندانشون تمام میشد به دانمارک دیپورت میشدن. در طول سالهایی که پیتر در زندان بود، هر وقت که فرصتی پیش میومد که حالا مصاحبه کنه یا صحبت کنه یا خودی نشون بده دریغ نمیکرد. هر کاری انجام میداد برای جلب توجه. به عنوان مثال در سال 1995 گفته بود که من نمیفهمم که روزنامه ها، تلویزیون چرا در مورد مادر من اینجوری صحبت میکنن، چرا هی به مادر من میگن الکلی 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 بوده. مادر من بوده، دوست من بوده، مس نبوده، مشکلات خاص خودش رو داشته. و به نظر کسانی که حالا این مصاحبه ها رو دنبال میکردن خیلی عجیب بود، به خاطر اینکه پیتر با دستای خودش مادرش رو خفه کرده بود، هیچ احترامی به جنازش قائل نشده بود، برده بود توی ساحل دفنش کرده بود و الان هم این حرف رو میزد و اتفاقا گفته بود که من مادرم رو بردم توی ساحل دفن کردم چون مادرم عاشق دریا بود و من میخواستم که در نزدیکی دریا باشه. پیتر در مصاحبه هاش میگفت که من اصلا نمیفهمم چرا برای اجرای قانون ما رو باید بندازن زندان، این یک مسئله خصوصی و خانوادگی بوده مرگ مادرم، من اگه جسد مادرم رو بردم توی ساحل دفن کردم و بعد فرار کردم به خاطر اینکه نمیخواستم قانون دخالت کنه، نمیخواستم به خاطر اینکه من قتل عمد انجام ندادم پاشم برم زندان و حق بدین بهم که فرار کنم. علیرغم اینکه پیتر در دوران زنده بودن مادرش با مادرش رفتار توهین‌آمیزی داشت، در کنار اون که مادرش هم باهاش داشت، ولی خب پیتر سعی میکرد از مادرش
دفاع بکنه. پیتر در درون زندان هم هیچ محبوبیتی نداشت. مدام با زندانی ها درگیر بود. مواد مخدر مصرف میکردن. پرخاشگر بود. و همش باعث میشد که دعوا اتفاق بیفته بین زندانی ها. برای همین مدت طولانی حتی فرصتش انفرادی تو انفرادی باشه. در کنار اون پیتر نامه های نگران کننده هم برای عمش میفرستاد. به عمش میگفت که کشتن خیلی لذت خوبی داشت. من از زندان بیام بیرون حتما آدم میکشم. تو نمیدونی قتل چه حس خوبی میده. من الان دلیل کافی دارم برای کشتن آدم ها. و عمه پیتر نمیدونست دقیقا با این نامه ها با چی کار کنه. اینا رو به مقامات بده نده و اصلا از آزاد شدن برادرزادش خیلی نگران بود. یکی از مصاحبه های پیتر که خیلی هم مشهور شد و در سال 1994 ضبط شده بود ولی هیچ وقت در آمریکا پخش نشد و فقط در دانمارک پخش شد، پیتر زمانی که اومد با این حالا صحبت بکنه باشون مصاحبه بکنه اومد جلوی دوربین نشست، نصف صورتش رو سیاه کرد و بعد شروع کرد یه آهنگی رو خوندن: اگر بالایی وجود داره پایینی وجود داره، اگر درد وجود داره لذت وجود داره، اگر جنون وجود داره عقل وجود داره، اگر بهشت هست جهنم هست. میگفت که این نماد خیر و شره، که حالا من مصاحبه کاملش رو میذارم داخل کانال تلگرام برای اونهایی که میخوان ببینن. و پیتر خیلی عصبانی بود که این مصاحبه در آمریکا پخش نشده و احساس میکرد که نمیتونه به اندازه کافی معروف بشه. یک پروفسوری که حالا سوئدی بود و روانپزشک بود موقعی که این مصاحبه رو داد، حالا یک لیستی دارن از بیماری‌های روانی و از اون لیست از 40 تا بیماری که وجود داشت 39 تاش رو معتقد بود که پیتر داره. و این پروفسور پیشنهاد میکرد به دانشجوهاش که اگر میخوان یک بیمار روانی کامل رو ببینید و تجزیه تحلیل بکنید این مصاحبه پیتر رو ببینید. ولی برای پیتر به نظر نمی اومد بد باشه، اتفاقا خیلی هم خوب بود، به خاطر اینکه بعد از اینکه این مصاحبه در دانمارک پخش شد خیلی از زنان مختلف نامه دریافت کرد که عاشق و شیفته پیتر شده بودن. و بعد پیتر شروع کرد به سوء استفاده کردن از این زنان برای اینکه ازشون پول بگیره. خود پیتر میگه که من تاکتیکم بسیار آشکار و مستقیم بود. اگر یکم فکر میکردن شاید میفهمیدن. من اول بهشون میگفتم خیلی توی زندان سخت میگذره. من خیلی ناراحتم. من چقدر در عذابم. و بعد بهشون میگفتم چقدر دوست دارم ببینمشون. چقدر دلم زنان زیبا رو میخواد. حیف که من مجبورم با یه مش مرد توی زندان باشم. و بعد در نامه بعدی بهشون میگفتم که وای من چقدر عاشق شما شدم، چقدر شما رو دوست دارم. و بعد اونها که دوباره من ابراز علاقه میکردن در نامه بعدی بهشون میگفتم که من وکیل لازم دارم، من پول لازم دارم، اینجا توی زندان با من خوب نیستن، با من بد رفتاری میکنن و این زنها برای من پول میفرستادن. در سال 1995 درخواست تجدید نظر پیتر پذیرفته شد و قرار بود که دوباره حالا یه دادگاهی تشکیل بشه. زمانی که پیتر میخواست بره به این دادگاه، با وجود اینکه پدرش براش لباس فرستاده بود، شما فکر کنید در سال 1995 پیتر اومد یه کتی پوشید، زیرش هیچ لباسی نپوشید، برهنه بود کامل و بعد موهای بلندش رو باز کرد، دورش ریخت و در دادگاه حضور پیدا کرد. زمانی که ازش پرسیدن که خب تو چرا اینجوری لباس پوشیدی، میای یه جای رسمی، پیتر گفتش که لباس مناسب نداشتم. گفتن خب موهات خیلی بازه، آرایشگر مناسب توی زندان نیستش که من بتونم برم آرایشگاه موهامو بسپارم دستش. و یه جوری صحبت میکرد که انگار همیشه حق با اونه. زمانی که حالا این دادگاه تشکیل شد، قاضی معتقد بود که عمل خفه کردن یک عملیه که پیتر میتونست جلوش رو بگیره و این کار رو نکنه. ولی وکلاش میگفتن نه و شما نمیتونی از روش قتل نمیدونم استفاده کنی و به هر جهت پیتر قصدی نداشته برای کشتن مادرش رو. و در آخر قاضی لطف کرد، فقط 5 سال از مدت زندان پیتر کم کرد. بنابراین حکم پیتر به 15 سال زندان رسید. الان که ما در سال 1996 این پیتر همچنان با زنها نامه نگاری میکنه. تقریبا با 30 زن در ارتباطه که حالا براش پول میفرستن.
ولی یکی از این زنها خیلی اوضاع رو جدی گرفت و از دانمارک پاشد اومد به کارولینای شمالی تا با پیتر ازدواج بکنه. ولی خب فکر نمی کرد که پیتر به این زودی قرار از زندان آزاد بشه. فکر می کرد که حالا هر از گاهی میاد آمریکا، با پیتر هم که رابطه خوبی دارم، فانتزیای جنسیش هم که داره. ولی در 3 سال بعد، یعنی در سال 1999، به خاطر اینکه زندان خیلی شلوغ بود از زندان آزاد شد. قرار بود 15 سال زندان باشه ولی تقریبا فقط 6 سال بود. از این طرف فکر میکنم دولت آمریکا به خاطر اینکه قرار بود پیتر رو دیپورت بکنه به دانمارک زیاد نگران نبود، چون این آدم نمیتونست برای آمریکا خطری داشته باشه نه برای شهروندان آمریکایی. دولت آمریکا این موضوع رو به سفارت دانمارک اطلاع داد که ما میخوایم یک زندانی خشن رو از زندان آزاد بکنیم، قرارم بفرستیمش دانمارک. جهت این که بتونن امنیت پرواز رو حفظ بکنن در این زمانی که میخوان از آمریکا بفرستنش به دانمارک، 4 تا افسر مسلح رو همراه با پیتر به هواپیما فرستاده بودن که اسکورتش میکردن و مواظب بودن. ولی زمانی که رسیدن به دانمارک کسی نیومد پیتر رو تحویل بگیره و علنا پیتر در دانمارک یک آدم آزاد شد بدون اینکه مراقبتی ازش بشه یا اینکه بخواد ادامه زندانش رو در دانمارک بره. آقای اوله پتر پیتر در سال 1994 بعد از اینکه 2 سال زندانش تموم شد به دانمارک دیپورت شده بود، الان در دانمارک زندگی میکرد، ولی به جنبان پسرش رو نمیخواست و نمیخواست که پسرش بیاد کنارش زندگی بکنه. پیتر خودش ادعا میکنه این نامه‌نگاری با زنها رو اسمش رو گذاشته طرح رومئو و پول همچنان میگرفت ازشون. یکی از این زنها در طول این مدت 6 سال تقریبا 3000 یورو پول داده بود به پیتر و پیتر تونسته بود خیلی پول زیادی جمع بکنه در این مدتی در زندان بود، از این زنان مختلف گرفته بود و گفت به محض اینکه رسیدم به دانمارک رفتم لباس خوب خریدم، فاحشه‌های خوب گرفتم و دلی از عزا درآوردم بعد از 6 سال. و بعد از اون جایی نداشت که بره، خودش ادعا میکنه با تینا ازدواج کرده بود که بعد از اینکه اومد به دانمارک جایی برای موندن داشته باشه. بنابراین از اونجایی که قرار بود پیتر شوهر یک شبه ی تینا باشه که گهگداری تینا بره پیشش، الان قرار بود که پیتر، کسی که مادرش رو به قتل رسونده بود، بره با تینا و دخترش زندگی بکنه. تینا خیلی زود از پیتر باردار شد که بعدها که این بچه به دنیا اومد پسر بود، اسمش رو گذاشتن نیکولاس. در کنار اون تینا خیلی دیگه از دست پیتر خسته شده بود. پیتر خیلی خشونت زیادی داشت، با تینای باردار خیلی بد رفتار میکرد، دختر تینا رو کتک میزد. برای همین تینا بهش گفت که بس دیگه خسته شدم، با اینکه باردارم، با اینکه ازت بچه دارم، باید بری، من نمیخوامت. در اوایل سال 2000 پیتر رو از خونه بیرون کرد. پیتر هم جایی نداشت بره، پدرش که راهش نمیداد، خودش هم کمی پولاش رو خرج کرده بود، بنابراین رفت این مراکز دولتی که متعلق به مردها هستن اونجا موند تا بتونه یک زن دیگر رو شکار بکنه. اتفاقا با یک خانومی آشنا شد به اسم ماریان. ماریان 2 تا بچه داشت به اسم دنیس و برایان که 10 و 12 ساله بودن. این خانم ماریان همسرش فوت کرده بود، قبلا همراه همسرش یک کلینیک ماساژ داشتن ولی بعد از یک مدتی این کلینیک دیگه جواب گوی هزینه ها نبود، مشتریاش خیلی کم بود و تینا تبدیلش کرد به ماساژ جنسی. به خاطر همین یه جوری کارگرهای جنسی هم اونجا کار میکردن و درآمدش هم خوب شده بود، میتونست اوضاع رو رو به راه کنه. این خانم ماریان یک پسر خونده هم داشت که فرزند شوهر سابقش بود، آقای مارتین که 24 سالش بود. خلاصه این خانم ماریان و پیتر با هم دیگه دوست شدن و آشنا شدن. البته که ماریان در مورد گذشته پیتر نمیدونست. خیلی زود ماریان و پیتر عاشق هم دیگه شدن. البته ماریان عاشق شد، ما نمیتونیم بگیم پیتر عاشق کسی شده با اخلاق و رفتاری که داشت. ماریان فکر میکرد که دیگه پیتر مرد رویاهاشه، ولی از گذشته پیتر که خبر نداشت، در مورد همسر پیتر خبر نداشت و زمانی که دیگه رابطهشون داشت شکوفا میشد، این عشق و علاقه داشت خیلی زیاد میشد، فرزند مشترک تینا و پیتر به دنیا اومد.
و پیتر تصمیم گرفت که بره پیش همسرش و با اون زندگی کنه، رابطهش رو دوباره احیا کنه. ولی به این معنی نبود که ماریان رو میخواد بذاره کنار. نه، پشت سر تینا با ماریان ارتباط داشت، پشت سر ماریان با تینا ارتباط داشت. ما الان در دوشنبه 3 ژوئیه سال 2000 آقای مارتین، پسرخونده 24 ساله ماریان، اومده که از برادراش سر بزنه، چون قراره برادراش چند روز آینده برن کمپ و یک چند روزی برادراش رو نمیبینه. از زمانی که رسید در خونه، دید که یک یادداشتی روی در خونه هست که نوشته ما تا 28 ژوئیه خارج از شهریم و نیستیم و نگران ما نشید اگه از ما سر میزنین. برش عجیب بود، چون ماریان هیچ وقت همچین کاری نمی کنه. اگه قرار بود بره، تماس می گرفت به مارتین اطلاع می داد. ماریان هیچ وقت زن بدی نبوده که با پسر خوندش ارتباط بدی داشته باشه، بلکه همیشه سعی می کرد رابطه بین برادرها رو همیشه داشته باشه. الان که پدرشون رو از دست داده بودن، در یه برادر بزرگتر و حامیتر داشته باشن. به هر جهت رفت مارتین و 3 روز بعد برگشت، دید که یه یادداشت جدید روی دره، که روی در نوشته شده که ما تا 28 جولای نیستیم و خارج شهریم و نگران نشیم. همون خزعبلاتی که نوشته شده بود. و نگران شد و رفت اون کمپی که قرار بود بچه ها برن، اون محلی که ثبت نام کرد، رفت اونجا بپرسه ببینه بچه ها رفتن کمپ یا نه. با خودش میگه شاید ماریان بچه ها رو برادرش رو فرستاده کمپ، خودش هم رفته مسافرت خارج از شهر و اینا. رفت سر زد، دید که نه، یکی 2 روز از ماجرای کمپ گذشته و برادرها نرفتن کمپ، و تصمیم گرفت که به پلیس اطلاع بده که خونه رو چک کنن. پلیسی که قرار بود آپارتمان ماریان رو چک بکنه، متوجه شد که در چند قفله شده. در رو شکوندن و وارد خونه شدن. اولین چیزی که توجهشون رو جلب کرد، بوی شدید سفید کننده و مواد شوینده بود. حالا من اینجور وقتا خودمون که صحبت میکنیم میگیم حالی گاز کرده. حالا من نمیدونم اصطلاح گاز کردن حرف درستی باشه یا نه، ولی بو خیلی شدید بود، خیلی میزد توی سر و صورتشون. و بعد از اون همه مبلا از دیوار فاصله گرفته بودن، روی همه مبل ها با پلاستیک پوشیده شده بود، توی 2 تا دستشوی خونه استفراغ وجود داشت و مارتین اصرار میکرد که ماریان هرگز خونش رو اینجوری رها نمیکنه. اینجا یک اتفاق بدی افتاده و اون ماموری که اومده بود خونه رو چک بکنه، به نظرش منطقی نیومد وقتی یادداشت دوبار عوض شده باشه این بو سفید کننده، و به خاطر اینکه احساس میکرد شاید اینجا صحنه جنایت باشه، دیگه بیرون خونه ایستادن و به تیم‌های تحقیقات جنایی خبر دادن که بیان و خونه رو چک بکنن. و به محض اینکه وارد شدن، متوجه شدن که با یک کشتارگاه وارد شدن. روی تخته هایی که حالا تخته های آشپزخونه خون بود، توی زمین خون بود، خونه که پاک شده بود توی زیر زمین خون بود، هر جا رو که نگاه می کردن خون وجود داشت. این مقدار خون به قدری زیاد بود که متخصصین صحنه جنایت گفتن که ما گمون نمی کنیم که افراد ساکن توی این خونه دیگه زنده باشن. در همون روز اولی که مشخص شد اینجا صحنه جنایت، کارگاهان شروع کردن به تحقیق کردن که ببینن آخرین بار ماریان کجا دیده شده، و متوجه شدن که آخرین بار ماریان در جشن فارغ التحصیلی بچه ها شرکت کرده و بعد در اون جشن دیده شده که ماریان داره همراه با یک مردی که با لهجه آمریکایی به زبان دانمارکی داره صحبت میکنه، دارن با هم دیگه جر و بحث میکنن و دعوا میکنن، و به خاطر لهجه خاص اون مرد خیلی توجه ها رو به سمت خودشون جلب کرده بودن. و تقریبا 20 روز از اون موقع داشت میگذشت و بعد از اون دیگه هیچ کس ماریان رو ندیده بود، ماریان سر کار نرفته بود، و خب خیلی زود هم فهمیدن این مرد دوست پسر ماریان، یعنی آقای پیتر لاندین هستش. و در همون 5 ژوئیه هم پیتر رو دستگیر کردن و در کنار اون همسرش تینا رو هم دستگیر کردن، چون اطلاعاتی داشتن که نشون میداد تینا خانم ماریان رو تهدید به قتل و مرگ کرده بود به خاطر اینکه با شوهرش پیتر خوابیده بود. برای همین حدس می‌زدن که احتمال داره که تینا هم در قتل این 3 نفر نقش داشته باشه. زمانی که پیتر در بازداشت بود، در بازجویی اولش گفت که
ماریان همراه با بچه هاش دنیس و برایان رفته به تعطیلات. من خودم بردمشون خارج از شهر، خواستن برن بگردن دانمارکو و من نمیدونم کجان، ولی من بهشون قول دادم که تا برمیگردن خونه رو نقاشی کنم. البته که کارگان حرفش رو باور نکرده بودن، به خاطر اینکه زمانی که رفته بودن خونه رو چک کردن پاسپورت ماریان رو خونه پیتر و تینا پیدا کردن. البته پاسپورت کامل نبود، فقط قسمت عکس ماریان و امضاش بود. کارت مترو ماریان، کارت خرید فروشگاه از ماریان و بعد از اون یک تبر توی خونه تینا و پیتر پیدا کردن که خون ماریان روش بود. پیتر وقتی این حرفا رو از کاراگاهان شنید فهمید که مدارک بر علیهش زیاد دارن و گفت که باشه تسلیم، من اعتراف میکنم، من رفتم خونه ماریان و دیدم که ماریان مواد زیاد زده و بالای جسد دوتا بچه هاش ایستاده، دنیس و برایان 10 و 12 ساله رو به قتل رسونده و من خیلی عصبانی شدم، به ماریان حمله کردم، ماریان رو کتک زدم و ماریان فوت کرد. من خیلی ترسیده بودم، گفتم که من ماریان رو به خاطر این کشتم که بچه هاش رو کشته و اگر الان جسد اینها رو از بین نبرم پلیس احتمالاً من رو هم دستگیر کنه به خاطر قتل دنیس و برایان، برای همین بردمشون توی حموم، توی وان حموم تیکه تیکشون کردم و حتی استخونهای پاشون رو هم با اون چاقوهای معمولی شکوندم و تیکه کردم، ولی از یه جایی به بعد دیگه چاقوهام و اینها جواب نمیداد. تصمیم گرفتم که برم فروشگاه، یه دونه تخته خریدم، چاقوهای بزرگتر خریدم، پلاستیک مشکی خریدم و بعد از اینکه جسدها رو تکه تکه کردم همشون رو بردم در سطل آشغال‌های مختلف ریختم. اینجا داستان که رسید کاراگاهان فهمیدن که پیتر داره دروغ میگه توی این اعترافش، به خاطر اینکه پزشکی قانونی حرف دیگه‌ای میزد. پزشکی قانونی میگفت که یکی از جسدها در زیرزمین تیکه تیکه شده، اون هم با تبر و جای حدوداً 100 تا جای تبر روی زمین هستش، احتمال جسد رو گذاشته روی زمین و بعد با تبر زده. دو تا جسد دیگه توی گاراژ تیکه تیکه شده، اون هم با سنگ فرز مسله شده و پیتر داره دروغ میگه، نمیتونه راست بگه. و بعد پیتر گزارشش رو ادامه داد و گفت که آره یه ذره تیکه تیکه کردم و یه ذرهش رو بردم تو سلاشخاله مختلف ریختم و بعد تینا به هم زنگ زد. تینا به هم گفت که بیا و کجایی و اینا، منم اون یادداشت رو مجبور شدم عجله‌ای بذارم دم در، چون پدر شوهر ماریان قرار بود بیاد و بعد هم یه سری از این تیکه تیکه های جسد رو گذاشتم توی پلاستیک بردم توی سلاشخال جای خونه خودم ریختم. کارگاهان شروع کردن به راستی آزمایی حرفهای پیتر. میخواستم ببینن که گزارش پیتر چقدر میتونه درست باشه. و شروع کردن به بررسی کردن. متوجه شدن که پیتر در روز اول جسدها رو تیکه تیکه نکرده، بلکه موقعی که تینا بهش زنگ میزنه یک سری از پارچه های خونی رو که حالا زمین رو تمیز کرده بوده میکنه توی پلاستیک و با خودش میبره و میره پیش تینا، حالا اون پلاستیکا رو میندازه سطل آشغال. و بعد از اون روز بعد که برمیگرده متوجه میشه احتمالاً جسدها بو گرفتن، به خاطر همین این جسدها رو میبره میذاره توی فریزر که حالا فریزر این نشون رو داده که جسدهای مدتی اینجا بودن و بعد میره یه دونه تبر برای خودش میخره و سنگ فرز اوله رو پدرش رو میگیره و میاد و بعد به اوله میگه که من یه سری تعمیرات و رنگکاری خونه ماریان دارم، برای همین سنگ فرز رو لازم دارم. کارگاه بهش گفتن که ما اطلاعات زیادی به دست آوردیم، بیا و روایت خودت رو عوض کن و بگو که حقیقت چی بوده. 3 ماه بعد از دستگیری پیتر گفت که باشه من حقیقت رو بهتون میگم. در 16 ژوئن من و ماریان با هم دیگه توی مراسم جشن فارغ التحصیلی دنیس و برایان دعوامون شده و این دعوایی که کردیم تا خونه ادامه داشته. زمانی که خونه رسیدیم من متوجه شدم که ماریان با مرد دیگه تلفنی صحبت میکنه و خیلی ناراحت شدم. شروع کردیم به بحث کردن و دعوا کردن. توی این جر و بحث من گردن ماریان رو شکستم و باعث مرگش شدم. در طی این پروسه‌ای که داشت تعریف میکرد ادعا میکرد که نمیدونم، جزئیات یادم نمیاد، نمیدونم شما چی میگین. برای همین کارگاهان بهش پیشنهاد دادن که میخوای بازسازی کنیم، بهمون بگی دقیقاً چه شکلی بوده زمانی که گردن
بدن ماریان رو شکستی پیتر قبول کرد و خب فکر میکنم یه سری عکس و فریم ازش موجوده که داره نشون میده که گردن عروسک رو جوری گرفته که بعد باعث پاره شدن عروسک و گردنش میشه. طبق اعترافات و بازسازی که پیتر انجام داد گفت زمانی که من گردن ماریان رو شکستم پسر 12 سالش دنیس وارد اتاق شد و موهای من رو زد کنار تا جسد مادرش رو ببینه و ببینه برای مادرش چه اتفاق افتاده و من چون دست زد به موهام خیلی عصبانی شدم، برای همین گردن اون رو هم شکستم و بعد از اون برایان 10 ساله وارد شد و برایان وقتی دید که من مادر و برادرش رو به قتل رسوندم دست منو گاز گرفت و این باعث شد که من گردن اون رو هم بشکونم. البته ما میدونیم که روایت پیتر تقریبا نمیتونه درست باشه چون خون برایان روی تختش هم پیدا شده، توی مسیر هم بوده، به نظر میاد که فرار میکرده از دست پیتر و بعد از اون پیتر گفت که آره بعد از این که کشتمشون بردم توی همون تیکی تیکشون کردم و توی 35 تا پلاستیک کردم و در روزهای مختلف توی سطل آشغالهای مختلف در سطح شهر رهاشون کردم. پیتر میگفت قتل پسرها دراماتیک بود و خشن نبود، خیلی نرمال صحبت میکرد. در اکثر مواقع جسدی وجود داره و بعد باید قاتل رو بگیرن، اما در این مورد جسدی وجود نداشت. با اینکه دولت دانمارک خیلی هزینه کرد و اون مکان دفن زباله ها رو گشتن، ولی حتی یک تیکه از جسد دنیس، برایان و ماریان رو پیدا نکردن. در 15 مارس سال 2001 بعد از 10 جلسه دادگاه پیتر به جرم قتل 3 نفر و همچنین رفتار ناشایست با اجساد به حبس ابد محکوم شد. البته نه اون حبس ابد های 10 ساله 12 ساله، نه واقعا حبس ابد. معمولا در دانمارک به مجرمین و حتی یک سری قاتل ها این مجازات رو نمیدن، ولی دادگاه معتقد بود که پیتر به شدت آدم خطرناکی و به هیچ عنوان نباید از زندان آزاد بشه و پیتر میگفت که شما خیلی کارتون اشتباهه، به خاطر اینکه یک قتل اتفاقی بوده، من نمیخواستم اونها رو بکشم و شما دارین در حق من ظلم میکنید. و بعد از اون مشخص شد خانم تینا همسر پیتر هیچ نقشی در قتل دنیس و برایان و ماریان نداشته، برای همین آزادش کردم و بلافاصله بعد از اینکه از زندان آزاد شد کارهای طلاقش رو انجام داد. آقای اوله پدر پیتر هرگز در دادگاه حضور پیدا نکرد، فقط از طریق مطبوعات دنبال میکرد اخبار رو، از دادگاه حکم گرفت، اسم و فامیلش رو عوض کرد، تحت حفاظت قرار گرفت به خاطر اینکه خیلی رفتار پیتر باعث شده بود که مردم نفرت پیدا کنه، مخصوصا که پیتر خیلی در مورد گذشتش پر سر صدا بود. آقای اوله بارها از دادگاه درخواست کرد که نمونه دی ان ای پیتر رو در اختیارش بذارن که بتونه مقایسه کنه و ببینه که واقعا پیتر پسرش هست یا نه. فکر میکنین داستان پیتر اینجا تموم میشه؟ نه، داستان پیتر هنوز ادامه داره. الان میخوایم در مورد یک خانم دیگه صحبت کنیم به اسم ماریان و هیچ ربطی به قربانی قبلیمون نداره. این خانم ماریان 15 ساله بود که مصاحبه پیتر رو در زمانی که در آمریکا زندانی بود در دانمارک دید و بسیار شیفته پیتر شده بود. یک دل نه صد دل و بارها اتفاق افتاده بود که برای پیتر نامه می نوشت. و تا 17 سالگی مرتب با همدیگه ارتباط داشتن، نامه نگاری می کردن تا اینکه این خانم ازدواج میکنه. ازدواج میکنه و دیگه این نامه نگاری ها قطع میشه. در سال 2006 این خانم ماریان همراه با همسرش به این منطقه‌ای که پیتر توش زندانه نقل مکان کردن. در همون نزدیکی زندگی میکرد و تصمیم گرفت که یک بار برای همیشه پیتر رو ببینه. هر چی باشه عشق سابقش بوده. و رفت به دیدن پیتر. جلسه اول که حالا گذشت و صحبت کردن، ولی به نظر می اومد که تحت تلسم پیتر قرار گرفته و در جلسه دوم با همدیگه وارد رابطه جنسی شدن و خانم ماریان باردار شد از پیتر، ولی خب نمیخواست بچه رو نگه داره، برای همین بدون اینکه به پیتر اطلاع بده بچه رو سخت کرد و البته این بارداری باعث شد که از همسر اولش جدا بشه این خانم ماریان، حضانت بچهش رو از دست بده، هرچی باشه به قاتل در ارتباطه. ولی خب نتونست از پیتر دور بمونه، با اینکه بچه پیتر رو سخت کرده بود و پیتر خیلی از این مسئله ناراحت بود، ولی دوباره با پیتر ارتباط برقرار کرد و در سال 2008 با همدیگه ازدواج کردن.
ولی فقط 11 روز این ازدواج دوام داشت، به خاطر اینکه این خانم ماریان متوجه شد که پیتر با چند زن دیگه هم نامه نگاری میکنه و در ارتباطه. برای پیتر اهمیتی نداشت. زمانی که از خانم ماریان جدا شد با یک دختر 24 ساله در سال 2009 به اسم بتینا ازدواج کرد و خانم بتینا در سال 2014 صاحب یک فرزند شد از پیتر و در سال 2017 از پیتر طلاق گرفت و جدا شد و طبق صحبت‌هایی که با رسانه‌ها انجام داد هرگز دلش نمی‌خواست که فرزندش پیتر رو ببینه به خاطر رفتار زشت و ناشایستی که پیتر داره. البته این خانم بتینا با رسانه‌ها که صحبت کرد گفت که با وجود اینکه این زندان زندان امنیتیه، با اینکه خطرناک‌ترین زندانی‌ها در این زندان هستن، ولی شما تا کافیه یک فرم ساده رو پر بکنی و بری با یک زندانی رابطه برقرار کنی و بعد از اون اگر رابطه جدی بشه تو میتونی 47 ساعت در ماه رو در یک آپارتمانی با همدیگه بگذرونی بدون اینکه نظارتی وجود داشته باشه. و بعد خیلی جالب بود که این خانم بتینا خیلی طلبکار بود، میگفت که باید دولت از زنان آسیب پذیر حمایت کنه و شرایط ملاقات با زندانیان خطرناک رو یک کمی سفت و سخت‌تر بگیره. من عقلم نمی‌کشید، سنم کم بود، با یک قاتل زنجیری وارد رابطه شدم، ازش بچه داشتم، انواع و اقسام خشونت‌ها رو رو من داشت. ظاهراً در سال 2021 یک قاتلی که اتفاقاً در موردش صحبت کرده بودیم در اپیزود 61م میخواست با یک دختر 17 ساله ازدواج بکنه و دولت دانمارک به این نتیجه رسید که دیگه باید قانون رو عوض کنن و اجازه ندن که این دختر بچه ها برن با این قاتلین خطرناک ازدواج بکنن و بگفتن که قاتلین خطرناکی که در زندان های امنیتی هستن و حبس ابد میگیرن تا 10 سال اول نمیتونن وارد رابطه با هیچ کس بشن و فقط میتونن با اقوام درجه یکشون ارتباط باشن و صحبت کنن باهاشون. پیتر لاندن در طی این مدتی که در زندانه باز هم تلاش میکنه که خودش رو در مرکز توجه قرار بده. به عنوان مثال داخل زندان با زندانی‌ها که همیشه درگیره، با هیچ کس آبش توی جوب نمیره. در طی این مدت از دو تا خبرنگار شکایت کرده به خاطر اینکه چرا در مورد من صحبت کردین، چرا در مورد من حرف زدین. به عنوان مثال یک خبرنگاری نوشته بود که ما سایکوپات‌های در حد پیتر لاندی نیستیم و پیتر رفته بود از این مسئله شکایت کرده بود که نه تو حقا در مورد من اینجوری صحبت کنی. و بعد از اون یک سیاست مداری حالا داشته صحبت میکرده در مورد پیتر لاندین گفته که خیلی آدم بی احساسیه و بعد دوباره پیتر رفته از اون شکایت کرده و درخواست غرامت کرده، هرچند که این شکایت ها به هیچ جا نمیرسه و کسی هم پیگیری نمیکنه. با وجود این که الان سالها میگذره از قتل خانم ماریان، دنیس و برایان، پیتر هرگز اعتراف نکرده که چجوری اینها رو به قتل رسونده، دلیل قتلش چی بوده. فقط در مورد دفع اجتا صحبت میکنه که اون هم باز دروغه، میدونیم که دروغ بر اساس مداری و شواهدی که وجود داره. اما کاراگاهان گمان میکردن که آقای اوله کمک کرده به پیتر در دفع اجساد به خاطر اینکه یک بار این کار رو کرده و بعد از اون یک سری از وسایل ماریان و فرزندانش در خونه اوله پیدا شد و بعد اوله گفت نه و اینا رو پیتر آورده اون روزی که سنگ فرز آورده و من نمیدونم. و به هر جهت دادگاه به 6 ماه حبس خانگی داد. پیتر در طول دورانی که در زندان بود به کمک یک روزنامه نگار خاطراتش رو هم نوشت و تونست از این طریق پول هم در بیاره و بیشتر اطلاعاتی که ما در مورد کودکی پیتر داریم از همین کتاب هستش که حالا خودش عنوان کرده. چقدرش راسته چقدرش دروغه واقعا مشخص نیست چون پیتریش و آدم صادقی نبوده. و بعد متخصصینی که حالا این کتاب رو خوندن معتقدن انقدر روایت‌های پیتر در این کتاب عجیب و غریب و متناقض با همه که یک سری جاها خیلی نشون میده که پیتر خیلی آدم خودشیفته‌ایه، خیلی وسواس شدید داره روی زنها. و بعد از اون پیتر در یک بخشی از کتابش در مورد اینکه چرا اون یادداشت رو روی در خونه ماریان گذاشته و گفته که اینها تا 28 جولای بیرونن، میگه که به عنوان مثال اگر کسانی که توی اردوگاه‌های کار اجباری در جنگ جهانی دوم کار می‌کردن
برای شما بهتر این بود که بدونید که اینا همشون مردن یا اینکه توی اردوگاه دارن کار میکنن، یا اینکه اگر عزیز شما مرده بهتر اینه که بدونید مرده یا اینکه رفت چین و داره کار میکنه. یعنی برای کارهایی که میکرده، برای این قتلی که انجام داده، اینجوری استدلال میچینه. یکی از چیزهایی که در مورد پرونده پیتر لاندین خیلی جلب توجه میکنه بی‌اعتنایی سفارت دانمارک به پیتر لاندین، به خاطر اینکه سفارت اطلاع داشت که یک آدمی چنین جنایتکاری داره وارد کشور میشه و میگن که باید این آدم تحت نظر قرار میگرفت، حالا به تیمارستان میرفت، بررسیش میکردن، مینداختنش زندان، ولی هیچکدوم از این کارها صورت نگرفت. اگر بیشتر بررسی شده بود، اگر پرونده پیتر لاندین خونده شده بود، این اتفاق نمیفته. چیزی که گفته شده اینه که پیتر لاندین در حال حاضر تنها قاتل سریالی دانمارک هستش و جزو یکی از قتل‌هایی که تمام دانمارک در موردش میدونن، اون هم به خاطر نوع قتل‌هایی که انجام داده، خشونتی که انجام داده. و با وجود اینکه این همه سال داره میگذره، ما هنوز نمیدونیم که ماریان و فرزندانش چجوری به قتل رسیدن. این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم شب و روز بسیار خوبی داشته باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.